بسم الله الرحمن الرحیم اسحاق اسفندیار هستم دکترای ریاضی کاربردی در خدمت شما هستیم با آموزش هندسه سه از مجموعه کتاب‌های دبیرستان در رشته ریاضی دوستان عزیز کتاب هندسه یک و هندسه دو رو در سالهای دهم ده و یازدهم مطالعه کردند و اکنون که به سال سوم دبیرستان رسیدید و سال دوازدهم هندسه سه رو قرار که در خدمت شما باشیم کتاب یه ذره متفاوت هستن با هندسه سال دهم ده و هندسه سال یازدهم اونایی که ما بهش میگیم هندسه پایه یه ذره حالت استدلالی و منطقی دارد در صورتی که هندسه سه مباحثش یه ذره تحلیلیه برای این حساب آسونتر نسبت به هندسه پایه فصل اول کتابمون ماتریس و کارپورت هاست که تو این فصل با یک سری از مباحث جدیدی از ریاضیات آشنا بشیم که تا حالا باشون آشنا نشدیم بعد دو تا درس داریم تو این فصل اول درس اول اون بحث ماتریس و اعمال روی ماتریسه درس دوم بحث حل دستگاه و وارون ماتریس و دترمینالی که در ادامه بهشون میرسیم اما درس اول بحث ماتریس و اعمال روی ماتریس ها که ماتریس چیه و جمع تفریق و ضرب ماتریس ها چجوریه چجوری تعریف میشه این مباحثی هستش که تو فصل اول میخوایم در صحبت کنیم تعریف خود ماتریس دقت کنید عزیزان ماتریس یه آرایش مستطیلی از اعداده یعنی در حقیقت یه آرایش مثل این دو پنج شیش هفت یک دوم صفر یه سری اعداد رو به این صورت داخل یه نماد این فرمی قرار میدیم و به کل این میگیم ماتریس بذار من این ماتریس ها رو بالاتر بریمیسم که بتونیم در موردشون بیشتر صحبت کنیم این ماتریس رو این بالا مینویسیم نویسیم دو هفت پنج سه یک دوم صفر این ماتریس عدد هایی که تو ردیف قرار می گیرن عدد هایی که تو یک ردیف قرار می گیرن مثل اینا به اینا میگیم سطر این ماتریس ما دو تا سطر داره این هم میشه سطر من تا سطر رو از بالا به سمت پایین شماره گذاری می کنیم میگیم سطر یک سطر دو این ماتریس ما دو تا سطر داره از بالا به سمت پایین شماره گذاری میشه سطر یک سطر دو و میتونیم تعداد سطر رو این پایین کنار ماتریس بنویسیم حالا بذار من کنار این ماتریس ماتریس رو مجدد اینجا نشون بدم که شلوغ نشده باشه سه یک دوم سفر این پایین می نویسم عدد دو این دویی که می نویسم یعنی دو تا سطر بعد یه زبدر می زارم. یه عدد دیگه اونجا می بنویسیم اون عدد دوم چیه؟ حالا عدد های عمودی رو در نظر بگیرید عدد های عمودی یعنی اینا میشن ستون به همین ترتیب اینا ستونن و این هم میشه ستون این ماتریس ما سه تا ستون داره که ستون ها از چپ به راست نامگذاری میشن ستون یک، ستون دو، ستون سه این ماتریسی که داریم میگیم دو تا سطر داره سه تا ستون عدد سرم میام اینجا می نمیسن. عدد اول به عنوان تعداد سطرها و عدد دوم به عنوان تعداد چی؟ ها پس داستان از این قراره که ما ماتریس رو داریم تعریف میکنیم یه آرایش مستطیلی مثل اینا به اینا میگیم چی؟ ماتریس. ماتریس رو عموما با حروف بزرگ لاتین مثل مجموعه ها نامگذاری میکنیم. مثل A, B, C همونطور که مجموعه ها رو نامگذاری میکنیم. سطر و ستون ماتریس هم داریم میبینیم. درایه ماتریس چیه؟ درایه یک ماتریس به عددهایی که داخل ماتریس نوشته میشه میگیم درایه ی ماتریس نگاه کنیم به این ماتریس ما مجدد یک ماتریس اینجا می نویسیم. دو پنج هفت صفر یک دوم یک چهارم سه یه ماتریس دوستان می که این ماتریس ما چند تا سطر ستون داره تعداد سطر دو تعداد ستون سه پس میگیم ماتریس دو در سه اون پایه می نویسیم دو در سه عددهایی که داخل ماتریس شما می بینید مثل دو مثل پنج مثل هفت مثل صفر مثل یک چهارم مثل سه به اینا میگیم درایه ماتریس پس درایه ماتریس یعنی عددهای حقیقی که داخل ماتریس هستند این عدد حقیقی هر عددی میتونه باشه بعضی وقتا میتونیم از نسبتهای مثلثاتی از لگاریتم یا مباحث دیگه ریاضیات هم استفاده کنیم به جای این اعداد. ماتریس ها رو با حروف بزرگ نامگذاری کردیم ولی درایه ها رو با حرف کوچیک همون مثلا اگر ماتریس رو با آ نامگذاری کردیم درایش میشه جی A کوچیک آی و جی این آی و جی چیه؟ ما درایه هر ماتریس مثلا می درایه یک و یک یک و یک عدد اول شماره سطر عدد دوم شماره ستون رو به ما میگه یعنی باید نگاه کنیم تو ردیف یک ستون یک چه عددی قرار داره؟ تو این مثال میشه چند؟ میشه دو پس میگیم درایه یازده ای ماتریس یا سطر یک ستون یک این چه عددی قرار داره؟ دو قرار داره به همین ترتیب بچه ها میتونن چیکار کنن درایه های دیگه ای ماتریس رو پیدا کنن این ماتریسی که ما الان اینجا داره میریم 6 تا درایه داره خب اون عدد دو و سه که این پایین می نویسیم به این چی میگن؟ به این میگن مرتبه ماتریس مرتبه ماتریس یعنی تعداد سطر و ستون ماتریس مثلا این ماتریسی که بالا می بینیم دو تا سطر داره سه ست تا ستون داره میگیم ماتریس ما دو در سه هست دو تا سطر و سه ست تا ست ستون تعداد دو ضرب در سه یعنی دو رو در سه ضرب کنید یه عدد به شما میده 6 این 6 میشه تعداد درایه یک ماتریس ماتریس مثال ما الان 6 تا درایه داره که درایه ستون یک شند دو درایه سطر یک ستون دو چه عددیه تو سطر یک ستون دو عدد پنج قرار داره یا به همین ترتیب تو سطر دو ستون دو چه عددی قرار داره؟ سطر دو ستون دو رو اگر دوستان نگاه کنن این یعنی سطر دو ستون دو اینجا میشه یک چارومه پس درایه که اینجا قرار داره چنده؟ یک چهارم. یه ماتریسی ما اینجا داریم میبینی؟ سه، چهار، منفی دو، پنج، سفر، یک خب ما میخوایم از بچه ها تعداد سطر و ستونش رو مشخص کنیم این ماتریس چند تا سطر داره چند تا ستون داره مرتبه این ماتریس چیه همونطور که عزیزان دارن میبینن این ماتریس ما دارای سه تا ردیف یا سه تا سطر پس سه تا سطر داره و تعداد ستونهای ماتریس ما اینا هستن این ماتریس ما چند تا ستون داره دو تا ستون داره پس ماتریس مثال ما یک ماتریس سه در چنده؟ سه در دوه یعنی مرتبه ماتریس میشه یک ماتریس سه در دو چند تا درایه داریم؟ شش تا درایه داریم پس مرتبه ماتریس چند شده؟ سه در دو درایه تعداد درایه میشه 6. تا ماتریس رو رو نگاه کنیم تعداد سطر و ستون ماتریس رو بیابید خب ماتریس ما چند تا سطر داره؟ ما بخوایم تعداد سطرهای ماتریسش رو بشماریم میبینیم که ماتریس ما سه تا سطر داره پس سه تا سطر و چند تا ستون سه ست تا ستون خب سه ست تا ستون سه ست تا سطر و سه تا ست ستون مرتبه ماتریس رو بیابید ماتریسمون ما چند در چنده سه در سه پس یک ماتریس سه در سه می این مرتبه سه در سه درایه سطر دو ستون سه سطر دو ستون سه اگر بریم دنبالش بگردیم سطر, س... سطر دو ستون سه میشه عدد چهار یا درایه سطر سه ستون یک اگر دنبالش بگردیم میشه دو یا سطر یک ستون سه سطر یک ستون سه دنبالش بگردیم منفی دو پس به این ترتیب میشه اینها رو پیدا کرد میگه حاصل عبارت این چنده دو برابر درایه سطر دو ستون سه سطر دو ستون سه یعنی چهار منهای پنج برابر درایه سطر یک ستون دو یعنی چهار یعنی ما هشت رو بیاییم از بیست کم کنیم میشه منفی دوازده پس حاصل برابر میشه با منفی دوازده میخوام به من بگید که این ماتریس چند تا سطر داره؟ چند تا ستون داره؟ تعداد سطر و ستون این ماتریس چند است؟ بچه اگر نگاه کنن میهیم که این سطر یک این سطر دو همینطور اومدیم تا سطر چندم سطر اموم پس ماتیس ما ام تا سطر داره چند تا ستون داره ستون ها رو بشماریم ستون یک ستون دو همینجور رسیم تا ستون چندم ستون اینو پس این هم ستون داره این یک ماتریس چند در چنده یک ماتریس ام در ان که ام تعداد سطرها تعداد سطرها و ان هم تعداد ستونها اگر خوب دقت کنیم ما داریم میبینیم که اینجا این عدد آخری که اینجا شما دارید اندیسش رو نگاه کنید دقیقا داره عملا چی رو به شما نشون میده مرتبه ماتریس رو نشون میده که ماتریس ما چند در چند هست پس میشه از اونجا هم تشخیص داد که ماتریس ما یک ماتریس چند در چنده با آی بزرگ نامگذاری کردیم و مرتبه شما که مشخص کرد یه مثال دیگه ببینیم اینجا اومدیم ما ماتریس رو یه جور دیگه نشون دادیم مثل حالت قبل ماتریس رو به صورت آرایش مستطیلی نشون ندادیم یه نمایشی از ماتریس رو داریم میبینیم قراره که ما بیایم این ماتریس رو به صورت آرایش مستطیلی بنویسیم منظور از آرایش مستطیلی یعنی همون مدلی که یه علامت حالا شبیه مستطیل و یه سری عدد داخلش میخوایم به اون فرم تبدیل کنیم اینجا اومده ماتریس رو یه جوری نشون داده بر اساس آی و J دوستان یادشونه که ما وقتی می گفتیم آ و جی، آی برای شماره سطر بوده و جی هم برای شماره ستون. حالا آی از چند تا چند، جی از چند تا چند؟ تو مرتبه ماتریس باید نگاه کنید. وقتی ماتریس مرتبه 3 در دوه یعنی آی من میتونه یک دو و نهایت آخر آخر سه یعنی این ماتریس شما سه تا سطر بیشتر نداره و جی که بیانگر ستون هاست تعداد ستون ها میگه دو تا یک و دو پس میبینیم که آی میتونه از یک تا سه تغییر کنه و جی از یک تا دو حالا بریم ماتریس رو به صورت آرایش مستطیلی بنویسیم آی ماتریس تعداد سطر ستونش اگر پیدا کنیم ما باید اینجا سه تا ردیف داشته باشیم به عنوان سه تا سطر و دو تا ستون باید داشته باشیم این یه ستون این هم یه ستون دیگه به عنوان چی به عنوان تعداد ستون خب حالا من اینو پاک میکنم میخوام درایه رو بنویسم به صورت دایره میذارم درایه ها رو سه تا سطر داشتیم دو تا ستون اولی که در حقیقت اسمش هست چی؟ آ آ چی؟ آ, آ, آ یازده من قلمه ما عوض کنم آ, آ یازده آ, آ یازده چه عددیه؟ شما باید به جای آ یک بذارید به جای جم یک بذارید کجا؟ تو این رابطه ای که نوشته شده یعنی باید بنویسید یک منهای دو زبدر یک که حاصل میشه چند؟ منفی یک پس اولین درایه ماتریس ما پیدا شده عدد منفی یک. دومی به همین ترتیب آ دوازده رو حساب کنید. به جای آ یک به جای ج این بار دو میذارید میشه منفی سه پس دومین درایه منفی سه میریم تو سطر دوم آ بیست و یک رو حساب میکنیم آی اینجا دو ج یکه یعنی میشه دو منهای دو ضرب در یک میشه صفر پس میشه صفر آ بیست دو رو بچه ها پیدا میکنن هم به جای آی دو بذار هم جی میشه دو منهای دو ضرب در دو میشه منفی دو بعدی حالا یه ذره میشه سریعتر حساب کرد یه حتما ننویسیم مثلا آ بیست و چند رو میخوام حساب سی و یک رو میخوام حساب کنم آ سی یک یعنی به جای آی سه بذارید به جای جم یک بذارید میشه سه منهای دو میشه یک بعدی سه منهای چار منفی یک پس این میشه آرایش مستدیلی ماتریسی که شما تو اون بالا دارین میبینید تا اینجا ما دو بندل ماتریس دیدید یکی آرایش مستدیلی مثل این پایینیه یه مدلم بر اساس آیو جه یه تعریفی دادن یه ترکیب خطیه که ما باید اون رو به صورت چیکار کنیم تک تک درای ها رو پیدا کنیم و اونا رو بنویسیم به یه مثال دیگه دقت کنید اینجا یه نمایش دیگه باز از ماتریس دارید میبینید ماتریس 3 در 3 هست دو آی به اضافه CJ جی منهای آی زرد در جی گفته اینو به صورت چی نشون بدید؟ آرایش مستطیل میان می میکنیم؟ تعداد ماتریس رو بچه باید ببینن که ماتریس آی ما چند در چند تعداد سطر و ستون رو باید برای خود مشخص کنیم اینجا سطر و ستون چند تا سطر و ستون باید داشته باشیم سه در سه یعنی سه تا ردیف سه تا ستون اینا اگر ردیف های ما باشن و ستون ها پس سه در سه از یک شروع کنیم آ یک و یک یعنی به جای آ یک بذاریم به جای جی چی بذاریم به جای جی هم یک بذاریم منهای یک زبدر یک اینو به دست میاریم اولین درایه ما نوشته میشه این میشه چند دو به اضافه میشه 5 پنج, پنج من یک میشه چهار پس اولین درایه میشه چهار به همین ترتیب درایه های دیگه ای ماتریس درایه دوازده سطر یک ستون دو به جای آ 1 میذارید دو زب در یک به اضافه سه زب در دو من های زب دو که حاصل به دست میاد دو به اضافه 6 8 هشت من های دو 6 پس این شده 6 اینم شده 4 همینطور بریم سراغ پیدا کردن آ 13 دیگه حالا یه ذره محاسبات سریتر انجام بدیم دو برابر یک میشه دو به اضافه سه برابر سه میشه نو نو منهای یک ضرب در سه که سه میشه یازده منهای سه که این برابر میشه با هشت پس بعدی میشه هشت بریم سراغ 21 به جای i2 و به جای j1 بذاریم دیگه میتونیم محاسبات سیتان بنویسیم بچه ها به جای i2 دو بذارید دو 2 تا 4 4 به اضافه 3 میشه 7 7 منهای 2 میشه 5 22 حساب می‌کنیم 22 پس a22 به جای i2 j2 4 4 به 6 10 10 منهای 4 6 پس بعدی 6 23 رو حساب میکنیم 2 دو تا 4 4 به اضافه 9 میشه 13 13 منهای چند 6 میشه 7 بعد میریم سراغ سطر آخر اینجا تو سطر آخر A31 A3 هست J1 پس میشه 3 تا 6 به اضافه 3 منهای 3 میشه 6 و بعدی 32 هست سه تا شیش شیش به اضافه شیش دوازده دوازده منهای شیش باز میشه شیش و آخرین درایه که سه و سه میشه شیش به اضافه نو میشه پونزده پونزده منهای نو میشه شیش پس به این ترتیب شما یک ماتریس رو اومدید به صورت آرایش مستطلی نوشتید حالا میتونید اینجا بیاید اینا رو پاک کنید این قسمت رو پاک کنید و دیگه خود ماتریس دیده بشه علامت ماتریس میرید یک ماتریس سه در سه با عددها و درایی هایی که داخلش چیه اینجا برای ما وجود داره ماتریس سه در سه زیر رو در نظر بگیرید و میخوایم اونو به صورت آرایشی مستطیلی بنویسیم ما یه ماتریسی داریم اینجا سه تا سطر داره از تعداد سطر تعداد سطر سه تا و تعداد ستون سه تا آیی که شماره سطح باشه از یک تا سه و جی از یک تا سه داره تغییر میکنه خب بریم غالبش رو بسازیم غالبش اینه که یه ماتریس خواهیم با سه تا سطر و سه تا ستون که در حقیقت نه تا درایه میخواییم این سه درسه درایه سطر یک ستون یک یعنی این اولی که اینجا دارید سطر یک ستون یک یعنی شماره آی شماره ی سطر ما که همون آی باشه آی ما یک جی ما هم چند یکه پس این در حقیقت آ یک و یک رو تشکیل میده برای ما خب آ یک و یک اگر تو شرط ها نگاه کنیم میریم شرط ردیف دوم میشه دو تا آی پس میتونیم آ یک و یک برابر میشه با دو برابر یک یعنی چند؟ یعنی دو میتونم با این رنگ سطر اینو دو نشون بدم به همین ترتیب میتونم برم سراغ سطر یک ستون دو یا درایی سطر یک ستون دو که اینجا در حقیقت آی ما برابر هستش با یک و جی ما برابر هستش با دو و میتونیم مقدارش حساب کنیم تو کدوم شرط صدق کنه؟ تو شرط شماره یک صدق میکنه یعنی اونجایی که آی به علاوه جی داریم پس میتونیم بگیم آ دوازده یا آ سطر یک ستون دو برابر میشه با یک برلاوی دو که برابر میشه با سه میرم بیایم مثلا با رنگ قرمز نشون بدیم اینم سطر یک ستون حالا سطر یک ستون سه برابر میشه با آیمون یک جیمون سه هست بازم تو شماره اولی سرد میکنه آی به علاوه جی میشه چهار این هم برابر میشه با چهار میریم سراغ ردیف دوم دو ردیف دوم دو اینجایی که در حقیقت سطر دو ستون یکه به جای آی دو خب آی دو جی هم یک بذاریم آی از جی بیشتره تو ردیف سوم صدق کنه میشه دوی من های یک میشه یک از اینو با یک پر میکنیم که با رنگ بینیسیم چند یک بعدی درایه سطر دو ستون دو یا آ بیست و دو در حقیقت بنویسیم آی دو جی دو تو ردیف دوم صد میکنه میشه دو در دو که میشه چهار پس به جاش میذاریم چند؟ چهار بعدی سطر دو ستون سه رو چک میکنیم سطر دو ستون سه به جای آی دو بذاریم و به جای جی سه بذاریم تو ردیف اول میشه دوی به اضافه سه میشه چند؟ پنج پس اینم با پنج میریم سراغ ردیف آخر ردیف آخر یعنی شماره سطر ما چنده؟ سه شماره ستون یک خب این میره کجا می میکنه؟ به جای آی اگر من سه و به جای جی یک بذارم آسی و یک من برابر میشه با تو ردیف سوم صدق میکنه که سیمن های یک میشه دو سین سی آخری میشه چند؟ دو میمیتونم با دو پر کنم سی و دو سطر سه ستون دو آی سه جی دو بازم تو ردیف آخر سه های یک و آخری آخری هم که سطر سه ستون سه تو ردیف دوم دو تا میشه چند 6 تو هم با سه بنویسیم شش. و شماره یه اندیسا میتونیم جا این رو بنویسن. سی و دو این سه, سه یا سی و سه. پس ماتریس A من اگر بخوایم آرایش مستطیل رو کامل بنویسیم میتونیم بگیم این عداد. دو سه چهار یک چهار پنج دو یک شیش بریم سراغ انواع ماتریس میخوایم بریم که ماتریس ها اولین اول این ماتریس نوشتیم ماتریس مربعی ماتریس های مربعی ماتریس هایی هستن که تعداد سطرشون با تعداد ستون هاشون برابر باشه پس بعد از اینکه شما با نمایش مختلف ماتریس آشنا شدید. الان میتونید برید سراغ انواع ماتریس. یه ماتریس من اینجا می‌نویسم. ماتریس آ. می‌نویسم 3 2 5 منهای 1. این ماتریس چند خب در چنده؟ می‌نویسیم خب 2 در 2. این ماتریسی که تعداد سطرش 2 تعداد سطر 2 تعداد ستون دو این ماتریس دو در دو به اینا میگن مربعی وقتی تعداد سطر و ستون برابر باشه میشه مربعی تو ماتریس های مربعی مثلا ماتریس آ اگر شما یه جای دید نوشته شده آ دو معنیش اینه که این ماتریس مربعیه و دو در دوه و روی این حساب شاید دو تا دو زب در دو رو ننویسن پس تو ماتریس های مربعی احتمال داره که یه عدد نوشته بشه اون جایی که مرتبه ماتریس رو می نویسن. یعنی مربعی یعنی تعداد سطح با ستون چیه برابر خب ما یه ماتریس دیگه اینجا نشون میدیم این ماتریس رو بچه‌ها نگاه کنن ماتریس B 3 0 5 2 1 1 0 منهای 2 7 ماتریس مربعی 3 در 3 هست حالا بیاید شما یه خط فرضی در نظر بگید از این 3 بکشید تا اون 7 یه سه یک هفت عدد که روی این خط سبز قرار گرفتن بهنا میگیم قطر اصلی پس قطر اصلی یک ماتریس قطر اصلی یک ماتریس فقط تو ماتریس های مربعی این اتفاق میفته اگر ما بیایم اولین درایه رو به آخرین درایه وصل کنیم مثل این به عددهایی که روی این خط فرضی قرار میگیرن میگیم قطر اصلی ماتریس پس قطر اصلی ماتریس عملا تو ماتریس دیده نمیشه این خط وجود نداره و خط هم نیست اصلا عددهایی که تو این مسیر قرار میگیرن به اینا میگیم عددهای روی قطر اصلی و عموما ما با همین قطر اصلی سر و کار داریم حالا بعضا بعضیا میگن قطر فرعی بیشتر کارمون تو ها با این قطر اصلیه مثلا تو ماتریس دو در دو بخوایم درایه های روی قطر اصلی رو مشخص کنیم میگیم درایی روی قطر اصلی سه و چندن؟ منفی یک سه و منفی یک میشن عدد های روی قطر اصلی این ماتریس مربعی پس ماتریس مربعی سطر و ستون برابر یه اصطلاح قطر اصلی هم داره. ماتریس سطری نمیشتیم ماتریسی که یه دونه سطری داشته باشه مثل این ماتریس ماتریسی می که فقط یه دونه سطری داشته باشه مثل ماتریس آ. یک دو سه چهار این ماتریس یک در چهاره یک سطر داره چهار تا به اون عدد یک بچه ها دقیقت کن تعداد سطر رو نگاه کنن تعداد سطر این ماتریس ما چند تاست؟ یه دونه پس میشه یک در چهار میگیم ماتریس سطری حالا کی میتونه بگه که ماتریسی که به این صورت نشون میدن بی مساویه با دو آیا این ماتریس سطریه؟ آیا این ماتریس مربعیه؟ پس چون کنن؟ این که یک در یک یه سطر داره یه سطر پس ماتریس یک در یک سطری هم هست چرا؟ چون یه دونه سطر داره پس این ماتریس هم ماتریس سطریه هم ماتریس مربعی هم هست ماتریس ستونی کدومه؟ ماتریسی که یه ستون داشته باشه مثل این ماتریس بیه ما سه صفر دو یه ماتریس چند در چنده؟ سه در یک. سه ست تا دا سطر داره ولی یه ستون داره اینجور جور که یه ستون داشته باشن میشه ماتریس های ستونی ماتریس های ستونی ماتریس هایی که فقط یه دونه ستون دارن تعداد سطرش مهم است مثلا این ماتریس هم میتونه ماتریس ستونی باشه یا نه؟ بله این هم میتونه ماتریس ستونی باشه به خاطر اینکه ماتریس یه ستون بیشتر نداره تعداد سطر برای ما مهم نیست ماتریس هایی که تعداد سطر و ستون برابر باشن میشدن چی مربعی پس سه مدل ماتریس دیدیم سطری ستونی مربعی دسته چهارم رو ببینیم ماتریس های قطری ماتریس مربعی که درایه های خارج قطر اصلی اون همگی صفر باشه بذار بچه ما یه ماتریس اینجا بکشیم مثلا ماتریس A 3 4 5 این یعنی الان ماتریس چیه؟ مراقب. حالا من بیام اینجا چیکار کنم؟ این عدد 5 رو پاک کنم، این عدد 4 رو پاک کنم، به جای هر دو اینا چند قرار بدم؟ سفر قرار بدم. خب. قطر اصلی یادتونه دیگه قطر اصلی اینی هستش که با هایلایت زرد داری مشخص این قطر اصلی درایه هایی که خارج قطر اصلی هستن همگی چه عددی هستن؟ همگی صفر یعنی هم من این عدد رو دارم میرم صفره هم اینو دارم میرم صفر پس این مدل ماتریس میشه ماتریس قطری ماتریس قطری من به قطر کاری ندارم درایه های خارج قطر اصلی باید همه چی باشن صفر باشن مثلا این ماتریس س 0 صفر 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 دو صفر صفر این ماتریس هم بچه ماتریس سه در سه هست مربعی هست و قطری هم هست چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من میام اینجا قطر اصلیش رو نشون میدم این قطر اصلی رو نشون میدم عدد های خارج قطر اصلی چه سمت بالا و چه به سمت پایین همگی چندن صفرن حالا درایه‌ای روی خود قطر مهمه چی باشه نه هر چی میخواد باشه پس ماتریس های قطری ماتریس هایی که درایه های خارج قطر اصلی همگی چند باشن همگی صفر باشن حالا یه مدل خاصی از ماتریس‌های قطری ببینیم که بهش میگیم اسکالر به این ماتریس بچه‌ها دقت کنن مثلا ماتریس A باز نشون میدیم سه صفر صفر یا ماتریس B دو صفر 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 دو صفر 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 یا ماتریس C صفر 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 هر سه تا این ماتریس رو اگر دوستان نگاه کنید به قطر اصلی نگاه کنید خارج قطر اصلی ببینید اولا که قطری هن یعنی خارج قطر اصلی همشون صفر بعد فرقش با قطری اینه که درایه روی قطر اصلی همگی یکی هن مثلا تو ماتریس آ همگی سه تو ماتریس بی همگی دو تو ماتریس سی همگی چندن صفر پس این دسته ماتریس ها میشن های اسکالر ماتریس اسکالر یک ماتریس قطریه که تمام درایه های واقع بر قطر اصلی با هم برابر باشن چه عددی باشه مهم نیست همه میتونن صفر باشن یک باشن هر عددی میتونه باشه حالا بریم سراغ یه ماتریس خاصی یه ماتریس اسکالر خیلی خاص به نام ماتریس همانی که با حرف آی نشون میدی مثلا ماتریس دو در دوی همانی چجوریه؟ یک سف سف یک بچه ها نگاه کنم قطر اصلی یک بقیه صفر. یه ماتریس اسکالر قطر اصلی چنده؟ یک یا ماتریس بعدی رو ببینید ماتریس همانی از مرتبه سه این یک ماتریس همانی با مرتبه سه هست قطر اصلی یک بقیه سفر ماتریس های همانی رو با آی نشون بدید در صورتی که ماتریس های قبلی رو میتوسید با هر حرفی نشون بدید ولی آی همیشه برای همانی وقتی می نویسیم آی دو منش اینه که ماتریس دو در دو وقتی می آی سه معنیش اینه که ماتریس چند در چنده؟ سه در سه و به همین ترتیب ماتریس رو می با مرتبه های دیگه ماتریس همانی رو بنویسیم و آخرین ماتریسی که داریم ماتریس صفره ماتریسی که همه درایهاش صفر باشه به این ماتریس رو باید نگاه کنن؟ مثلا ماتریس آ صفر 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 صفر, ماتریس بی صفر 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 ماتریس صفر 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 میریم که ماتریس صفر حالا بهتره با اسم خودشون نشون بدیم ماتریس صفرم هم با یه اسم خاصی نشون میدیم بهتره با اسم خودش نشون بدیم و اونم با حرف او هست یه خط بالا او یه خط بالا بهش میگن ماتریس صفر اولی ماتریس صفر چند در چنده دو در دوه یعنی مربعی دومی دو چند در چنده؟ یک در سه هست یه سطح داره تا ست ستون مربعی نیست سطحیه بعدی چند در چنده؟ سه در دوه ست تا سطح داره دو تا ستون بازم مربعی نیست پس فرق ماتریس ها رو بچه ها دقت کنن ماتریس های صفر ماتریسی هستش که هم میتونه مربعی باشه هم میتونه غیر مربعی باشه میتونه اسکالر باشه میتونه قطری باشه میتونه سطری باشه میتونه ستونی باشه در صورتی که ماتریس قطری ماتریس اسکالر ماتریس همونی حتما باید چی باشن مربعی باشن ما برای اینکه این بحث انواع ماتریس رو بیشتر آشنا بشیم یه مثال اینجا وردیم. گفتیم ماتریس آی ماتریس قطری مقادیر مجهول ام کدوم دانش آموز عزیز باید یادش باشه که تو ماتریس قطری یعنی این اگر قطر باشه حالا بذم کنیم این اگر قطر باشه درایه های خارج قطر اصلی باید چند بشن؟ باید همگی صفر باشن یعنی اینجا ام به علاوه دو ام به علاوه دو مساوی با صفر که ام به دست میاد منفی دو به همین ترتیب این هم باید صفر باشه یعنی ان چند میشه؟ یعنی همونطور که داره میبینیم اگر M منفی دو و N یک باشه ماتریس A ما تبدیل میشه به یه چنین ماتریسی دو سفر سفر سه و این ماتریس جزه ماتریس هایی چیه؟ قطریه اگه قرار باشه این ماتریس قطری باشه باید این اتفاق توش بیفته دوستان به مثال بعدی دقت کنید ها ما یه مکسی کوچولو انجام بدیم میگه ماتریس A یک ماتریس اسکالره اسکالر بچه اسکالر کدوم بود یادتون بیاد بعد یه چیزی از ما خواسته گفت مجموع اینا چندی از یادشونه ماتریس اسکالر باید جز ماتریس های قطری باشه خب او... یعنی خارج قطر همه صفر پس اول خیال خودمون راحت کنیم بیایم سراغ آی به علاوه دو باید صفر باشه بی منهای سه باید صفر باشه اف به اضافه پنج باید صفر باشه سی ام های چهار باید صفر باشه K باید صفر باشه M باید صفر باشه از اینجا ما میتونیم این رو پیدا کنیم بعد قطر اصلی باید برابر باشه یعنی دو باید با D با N برابر باشه حالا مجهول رو پیدا کنیم ببینیم که اون حاصل چند میشه از اولی A به دست میاد منفی دو دومی دو B به دست میاد سه سومی F به دست میاد منفی 5 سی به دست میاد چهار ها که صفر ام هم که صفر اینجا هم که دی و انم هم چندن دو هن. حالا جایگذاری کنیم گفته حاصل این عبارت چنده یعنی گفته حاصل عبارت آ به علاوه بی به علاوه سی الاخر یه یعنی همینطور من دارم می نویسم دیگه جایگذاری انجام بدیم منفی دو به اضافه سه انهای چهار به اضافه دی کجاست؟ دو بعد اف مون چند گذاشتیم دی رو گذاشتیم دو اف منفی پنج کا کجاست با صفر ام چند صفر و ان چند دو حاصلش رو به دست میاریم چند میشه منفی دو با سه میشه یک یک با چهار میشه پنج با منفی پنج میره دو با دو میشه چهار پس میشه چهار حالا اگه کسی بخواد ماتریس آر ببینه میتونه ماتریس آر اینجوری ببینید دو صفر 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 دو صفر 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 این یک ماتریس اسکالری هستش که قطر اصلی چه عددیه؟ قطر اصلی عدد دو و بقیه درایی ها چند؟ صفر هستن. به این ترتیب شما میبینید که با انواع ماتریس آشنا شدید. یه مثال دیگه ببینیم. اون تو به صورت درست غلط گذاشتیم. کدوم جمله درسته؟ میگه هر ماتریس صفر یک ماتریس قطریه. هر ماتریس صفر یک ماتریس قطریه. نه. چی گفته؟ ماتریس صفر می‌تونه قطری باشه میتونه قطری نباشه پس میشه چی نادرست رو انتخاب کرد مثلا من میتونم ماتریس صفر اینجوری انتخاب کنم دو در دو میتونم اینجوری انتخاب کنم یک در سه پس نادرست قطری نیست ماتریس اسکالر یک ماتریس قطریه بله اسکالر ها باید قطری باشن ماتریس همانی یک ماتریس سطریه نه میتونه باشه ولی نه همیشه پس اینم هم نادرسته میگه ماتریس یک در یک دو یک ماتریس سطری درسته ماتریس ستونی درسته ماتریس قطری درسته بچه ها. ماتریس اسکالر درسته همش هست پس این جمله درستیه این آخری یه ذره دقت کنید که این ماتریس چون یک در یکه هم سطری هم ستونی قطری خارج قطر هستی ما یه عدد بیشتر نداریم پس دیگه اصلا کار به خارجی نداریم پس خود به خود قطری و اسکالر هم حل اینا مباحثی بود در مورد آشنایی با انواع ماتریس حالا میخوایم کم کم وارد اعمال روی ماتریس ها بشیم دوستان اعمال روی ماتریس مثل چی مثل تساوی دو تا عدد و بچه که کی مساوی مثلا چهار تقسیم بر دو میگن مساوی با دو اما تو ماتریس چی دو تا ماتریس بخوام با همدیگه مساوی بشن دو اتفاقی که باید برایشون بیفته اولین چیز و مهمترین چیز اینه که باید مرتبهشون یکی باشه یعنی چی یعنی اگر ماتریس A ما یک ماتریس 3 در دو بوده حتما ماتریس B ما هم 3 در دو باشه یعنی مرتبهشون باید یکی باشه اگر نباشه اصلا نمیشه در مورد برابری اینا صحبت کرد اینو اینو برو پاک کنم میذار قشنگ تر بنویسیم این اولین شرط دومین شرط اینه که هر درایه‌ای که شما انتخاب می‌کنید مثلا درایه سطر 1 ستون 1 ماتریس A با درایه سطر 1 ستون 2 ماتریس B برابر باشه یعنی مثلا A11 با B11 یه عدد نوشته باشه A12 با B12 حتما یه عدد تو اونجا باشه همینطور تا آخر به ازای تمام درایه هایی که داریم درایه هایی که داریم نظیر به نظیر برابر بذار یه مثال بگیم اینجا بچه من این گوشه در ماتریس آ رو می نویسم دو سه سفر یک ماتریس بی رو هم کنارش کچلو می نویسم آ بی سفر اگر آ و بی بخواد برابر باشه چه اتفاق باید بیفته؟ باید مرتبه شون یکی باشه که هست هر دو دو در دو هم. پس مرتبه یک. درایه های نظیر یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر من درایه یک و یک این انتخاب میکنم اینجا هم یک و یک پس دو باید با آ برابر باشه یا آ باید دو باشه و همینطور درایه یک دو باید با درایه یک دو این برابر باشه اگه قرار باشه این دوتا ماتریس برابر بشن باید اتفاق بیفته که آ دو و بی هم چند باشه سه باشه درایه های دیگه که نظیر به نظیر با هم دیگه هم؟ برابر دوستان به این مثال دقت کنید میگه اگر این ماتریس ها با همدیگه برابر باشن مجموع درایه های ماتریس C بود. A و B برابر اولین کاری که انجام میدیم مرتبه ماتریسه مرتبه A با مرتبه B یکی هر دو هم A و هم B چند در چند دو در دو هن پس هم مرتبه باید درایه های نظیر برابر باشه یعنی چی؟ یعنی M من یک باید باشه سه دو باید باشه آی من های سه باید باشه سه که هست n منهای دو باید باشه صفر پس باید همه این اتفاق بیفته همشون باید جملات درستی باشن از اولی m به دست میاد یه مادری یه میشه چهار دومی آب به دست میاد میشه چند میشه سه سومی که هم همواره برقراره آخری n به دست میاد دو حالا جایگذاری کنیم تو مکرس استیم تو ماتریس سی اگر من بیام اینجا جایگذاری گذاری کنم میبینم ماتریس سی من برابر میشه با به جای ام 4 به جای ان 2 به جای آ 3 و به جای اینم که 2 مجموع درایه ماتریس یعنی همه درایه هایی که داری رو جمع کنید پس مجموع درایه های ماتریس برابر میشه با چهار به علاوه دو به علاوه سه به علاوه دو اینا رو با هم دیگه جمع کنیم میشه چند؟ یازده چهار دو شیش شیش و سه نه میشه چند؟ یازده به این ترتیب با تصاوی ماتریس چی شدیم؟ آشنا شدیم باز مثال دیگه داریم میبینیم این بار مرتبه ماتریس یه ذره فرق کرده گفته به ازای کدوم مقدار M و N دوتا ماتریس با هم برابره بچه ها اولین شرطش چیه؟ باید مرتبه یکی باشن آ چند در چنده؟ ماتریس آ یک ماتریس چند در چند؟ سه در دو و ماتریس بی چی؟ ماتریس بی یک ماتریس دو در سه آیا هم مرتبه هن؟ این دو ماتریس این دو ماتریس هم مرتبه چی؟ نیستند خوب نیستند شند دوته شده نیستند؟ نیستند قش اینتر بنویسیم خب نیستند نیستند پس ما هیچ مقداری برای ام نمیتونیم پیدا کنیم پس اینو برابر نمیتونن باشن پس آن نمیتونه با ماتریس بی اصلا برابر باشه اینا هم مرتبه نیستن وقتی هم مرتبه نباشن که اصلا ادامه نمیدیم پس این ماتریس هیچ وقت با همدیگه نمیتونن با چی باشن مساوی باشن.